اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. امروز 23 اوت 2023 میلادی است. شما سخن پراکنی صبحگاهی فارسی برون مرزی آقاشمانی را میشنوید که در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران پخش می شود. اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار هند و جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر. این هست سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی برای شرکت در 15 کنفرانس سران بریکس وارد جوهانسبرگ شده است. 4 جلسه گروه عامل فرهنگ G20 امروز در وارانسی گشایش می‌یابد. نیروی پاسدار ساحل هند برای توسعه دادن همکاری دریایی یک یادداشت تفاهم را با نیروی پاسدار ساحل فیلیپین به امضا رسانیده است. سراسر جهان منتظر آن لحظه یادگار است، چنان که مدول فرودگر چندریان سه هند تلاشی را برای نشست آرام به سطح ماه به عمل می آورد. و در بازی بدمینتون لکشیا سن هند وارد مسابقه ماقبل روبنهای جام قهرمانی جهان در کوپنهاگن شده است. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که در هند در سالهای آینده نیروی محرکه رشد جهان خواهد بود. نخست وزیر مودی دیروز طی خطاب اش در جلسه مذاکره فورم رهبران بازرگانی بریکس در جوهانسبرگ در آفریقای جنوبی گفت که با وجود هرج و مرج اقتصادی در سراسر جهان، هند امروز به عنوان سریع‌ترین اقتصاد رو به رشد عمده جهان باقی می‌ماند. او اظهار اعتماد نموده که هند به زودی یک اقتصاد 5 تریلیون دلاری خواهد گردید. نخست وزیر مودی درباره اصلاحاتی که در بخش‌های متعددی در این کشور به عمل آورده شده است سخن رانده و گفت که اصلاحاتی به عمل آمده به مدر میسیون توسط هند منتج به افزایش آسانی در بازرگانی شده است. نخست وزیر مودی از رهبران بازرگانی بریکس برای شرکت نمودن در سفر عمران هند دعوت نمود. نخست وزیر عصر گذشته برای شرکت در کنفرانس سران بریکس وارد جوهانسبرگ شده. معاون رئیس جمهور آفریقای جنوبی پال ملشاتل از نخست وزیر مودی در فرودگاه استقبال نموده. 4 جلسه گروه عامل فرهنگ G20 امروز در وارانسی در ایالت اتراپردیش هند گشایش می‌یابد. هیئت‌های نمایندگی از کشورهای عضو گروه 20، کشورهای مدعو و ادعی از سازمان‌های جهان در این جلسه شرکت خواهند کرد. با تداوم موفقیت قبلی 3 جلسه گروه عامل G20، خجوراهو، بوبانشور و هامپی این جلسه در وارانسی دارای هدف رسیدن به نتایج قابل عمل می باشد، در حالی که فرهنگ در مرکز طراحی سیاست قرار دارد. نیروی پاسدار ساحل هند برای توسعه دادن همکاری دریایی یک یادداشت تفاهم را با نیروی پاسدار ساحل فیلیپین به امضا رسانیده است. اجرای این یادداشت تفاهم همکاری دریایی دو جانبه ای ما بین این دو کشور را برای تأمین دریایی پر امن و بدون آلودگی در این منطقه خواهد افزود. مدیر کل نیروی پاسدار ساحل هند راکش فال و رئیس نیروی پاسدار ساحل فیلیپین ادمیرال ارتیمیو ام ابو این یادداشت تفاهم را در دهلی نو به امضا رساندند. سراسر جهان منتظر آن لحظه یادگار است، چنان که مدول فرودگر چندریان سه هند تلاشی را برای نشست آرام در ناحیه قطب جنوب ماه حدوداً در ساعت 6:04 بعد از ظهر امروز به عمل می آورد. اسرو سازمان تحقیقات فضای هند از طریق رسانه‌های اجتماعی اعلام نموده است که 3 مأموریت ماه اسرو بر حسب معمول در دروبر ماه می چرخد. آقای K7 رئیس اسبق سازمان اسرو گفت که این مأموریت هند به موفقیت شایانی دست خواهد یافت. دکتر جیتندر سینگ وزیر مشاور در وزارت انرژی اتمی و فضایی دولت هند گفته است که مأموریت چندریان 3 همدستی های گسترده تر جهانی برای هند را جلب می نماید.
و در بیدمنتون لکشیا سن هند وارد مسابقه ما قبل روب نهایی جام قهرمانی جهان در کوپنهاگن دنمارک شده است. لکشیا سن در مسابقه واحدهای مردان جیون هیوگجین از کره جنوبی را در دوره دوم با 21 در برابر 11 و 21 در برابر 12 شکست داد. در حالی که پی وی سندو برنده مدال المپیک از هند از نوزومی از ژاپن در دومین دوره مسابقه واحدهای زنان شکست خورده است. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. خدا نگهدار شما.